این جمله اول کتاب خب خیلی شهرت پیدا کرده. میخونم جمله اول، در واقع سکشن اول کتاب رو. Justice is the first virtue of social institutions as truth is of systems of thought. همون جوری که صدق فضیلت اصلی هر سیستم نظریه، هر سیستم فکری، اندیشه‌ای، صدق ویژگی اصلیشه دیگه، اگه صادق نباشه که به درد نمیخوره. عدالت هم فضیلت اصلی نهادهای اجتماعی است. نگاه کنید، کاملا مشخصه ساختار کانستراکتیویستیش. مطلقا اثبات نمیکنه که چرا عدالت اولین فضیلت سیستم‌های اجتماعی است. من یک کانستراکشنی دارم، یه تلقی من راز دارم از جامعه که اگر درش عدالت نباشه، اگر عادلانه نباشه، اصلا از هر فضیلتی خالیه. جامعه غیر عادلانه اصلا به درد نمیخوره. بعد البته عده زیادی هم بعد به همین از همین جمله اول شروع کردن و گفتن که از همینجا میشه با رالز چالش کرد. حالا شما ممکنه وارد بحث بشین همینجا که بیا به من اثبات کن اینو، چرا من باید قبول بکنم که عدالت فضیلت خیلی مهمیه در فلسفه سیاسی؟ چرا باید جامعه عادلانه باشه؟ چرا من باید پروای پرداختن یا صورت بندی کردن یک نظریه سیاسی درباره عدالت داشته باشم؟ چرا مهمه این؟ به شما رالز هیچ توضیحی نمیده. میگه اگر که اینو قبول نداری که عدالت چیز مهمیه، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. حرفای من از وقتی شروع میشه که کسی قبول کرده باشه که عدالت مهمه. عدالت اولین فضیلت و مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعی است. بعد من وارد توضیح میشم، میگم حالا برای اینکه این اتفاق بیفته چه کارهایی میشه کرد، چه مدل‌هایی میشه داد و و و. بنابراین میبینید اولین پیش‌فرض همینجا گذاشته میشه. دومین پیش‌فرض از یک کانسپتی صحبت میکنه به نام well ordered society. داره صحبت میکنه که اولا که ما باید به سمت جامعه بسامان بریم و یه تلقی از جامعه بسامان میده. نگاه کنید، برای اینکه من بتونم راجع به عدالت صحبت بکنم، داره از یک مفهوم بزرگتر، یه مفهوم عام‌تر از عدالت صحبت میکنه. میگه یه چیزی به اسم جامعه ول اوردر داریم ما، راجعش حرف میزنه و بعد این عدالتی بخشی از اون مفهوم ول اوردر سوسایتیه. بعضیا میگن که نگاه کن، اگر تو تلقی از ول اوردر سوسایتی داری که دیگه داری دیگه، یعنی تو میدونی جامعه عادلانه چیه، تو بعد اول میامد به من میگفتی که اثبات میکردی که این مفهوم جامعه بسامانی که میگی واقعا بسامانه، از بدیل های دیگه بهتره و غیره و غیره، و بعد من قانع میشدم و بعد به سمت مفهوم تئوری عدالت حرکت میکردیم. تو این کار رو نکردی، به من گفتی که well ordered society اینجوریه و این نظریه عدالت من با well ordered society سازگاره. خواهی کسی از اول بگه من قبول ندارم اینو، مثلا این آقای گویس، این فیلسوف کمبریجی، میگه که خب well ordered society رو تو از قبل وقتی براش ازش تصوری داشته باشی، تلقی داشته باشی، دیگه چه فلسفه سیاسی مثلا تازه‌ای داری مطرح میکنی؟ انگار داری شهودایی از پیش موجود تو فقط صورتمندی میکنی. باز چه مخالف باشید چه موافق باشید، نکته مهم برای من این است که اینجا یک پیشفرض مهمی، یک قرارداد به یه معنای قراردادی، به یه معنای پیشفرضی باز تو کار راز پیدا میشه. دو تا فعلا پیشفرض مهم، مفهوم جایگاه عدالت به عنوان مهمترین فضیلت سیاسی، مفهوم جامعه ایدئال و یک تلقی از جامعه ایدئال در کار رالز وجود داره. خب رالز نهایتاً میخواد دو تا اصل عدالت به ما بده و بگه جامعه‌ای که ذیل این دو تا اصل ساماندهی بشه، این جامعه میشه بهش عدالت نسبت داد، بهش عادلانه بودن نسبت داد. اولین نکته این است که از یک مفهومی صحبت میکنه با عنوان basic structure و این مفهوم basic structure باعث میشه که حرفایی که رالز اینجا درباره عدالت میزنه در قالب‌های غیر از جامعه قابل اپلای کردن نباشن. مفهوم عدالت رالز رو درباره روابط بین‌شخصی دست کم خود رالز به کار نبرده و ما هم اگه بخوایم به کار ببریم باید یک در واقع گسترش به نظریه بدیم. خود تئوری به خودی خود بیسیک استراکچر خیلی هم روشن توضیح نمیده که چیه دقیقا منظورش، تعریف دقیقی نمی کنه، ولی منتقل میکنه منظورش چی. میگه اساسی ترین، کلی ترین و فراگیرترین نهادهای حاکم بر جامعه، شما بگو دولت، بگو قانون اساسی، بگو نمیدونم قوانین مجلس، هر چیزی که به نظر میرسه مبنای رفتار نرمتی و اخلاقی و سیاسی. یعنی من در مورد این صحبت نمی کنم که وقتی تو میخوای با دوستت یا زنت یا شوهرت یا غیر و غیر رابطه عادلانه داشته باشی چیکار باید بکنی. من دارم در مورد این صحبت میکنم که در بنیادی ترین شکل ممکن
مثلا فرض کن قانون اساسی یک کشور اگه بخواد عادلانه باشه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ اون استراکچر که تمام استراکچرهای سیاسی و اخلاقی غیره از این منبعث میشن و روی این سوار میشن، از این نشأت میگیرن، بنیادی ترین سطح. باز بحثا مفصل کردن که مصداق این بیسیک استراکچر در جوامع مختلف ممکنه ما فرق بکنه، اینم خیلی مسئله قابل در واقع بحثی نیست، قبول داریم که اینجوری هست. در هر سیستمی اون چیزی که از همه چیز بنیادی تره و هر چیز دیگه شکل میده. طبق خانش خیلی متعارف بگیم قوانین در واقع موجود در قانون اساسی، قانون اساسی یک استیت، یک جمهوری مثلا. اگه بخوایم ما بشیم یه جمهوری درست بکنیم و برایش قانون اساسی بنویسیم به عنوان قانون مادر، قانون اصلی و اساسی که همه قوانین دیگه از اون ناشی میشن، در چه صورتی اون قوانین عادلانه خواهند بود؟ یه همچین تلقی بود. این هم نکته جالبی شما میگم، خیلی از فمینیستا، خیلی از آدم های نسل بعدی رالز، از جمله شاگردان رالز، سعی کردن نظریه عدالت رالز رو بیارن و با یک تعمیم ها و با یک نوآوری هایی درباره روابط بین گروه ها، بین نژاد ها، بین حتی اشخاص هم اپلای بکنن. این هم یه پروژه‌ایه که ادعای زیادی این کار سعی کردن بکنن، حالا موفق یا ناموفق بودنش بحث دیگه‌ایه، ولی خود رالز صرفا تو همین سطح باقی میمونه و وارد روابط بین شخصی اصلا نمیشه. بنیادی ترین سطح تنظیم کننده مناسبات و روابط اخلاقی و سیاسی رو بهش میگه بیسیک استراکچر. نهایتا میخواد که به دو تا اصل برسه. این دو تا اصل اگر که حاکم باشن ما بتونیم بگیم جامعه عادلانه ای در سطح بیسیک استراکچر. دو تا اصل به کار در واقع استنتاج میکنه، اصل اول و دوم. محتوای اصل اول این استش که یک سری از آزادی های بنیادی برای همه افراد حفظ بشه، سکیور بشه. آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی محل زندگی، آزاد بودن در تحصیل مشروع مال، حق تجمع، حق جابجا شدن بین جاهای مختلف. انسان میتونه هر جا بخواد زندگی بکنه مثلا. یه لیستی، حالا اون لیست هم خیلی باز سر این که تعدادش چند تا باشه و کدوم مهمتره باز خیلی الان بحثی نمی‌کنیم. برای اینکه خودش میگه که این لیست خیلی از پیش تعیین شده ای نیست. در هر کانتکست زمانی ممکنه یه عنصری بهش اضافه بشه، ازش چیزایی کم بشه. اصل دوم برمیگرده به تمایزها، چون اینجا که بحث تساویه دیگه، همه به یک معنا به یک سان از یه حقوقی و یه آزادی‌های برخوردارن در اصل اول. در اصل دوم مسئله این خواهد شد که خیلی خوب، حالا فرض کنید این اتفاق افتاد، در بقیه شئون زندگی چطور؟ در میزان درآمد، در بهره‌مندی افراد از زیبایی، در بهره‌مندی افراد از ارث خانوادگی، در بهره‌مندی افراد از هوش، از توانایی‌های جسمی، روحی، غیره غیره، افراد با هم متفاوتن. کجاها این تفاوت‌ها عدالت رو زیر سوال می‌بره؟ کجاها اینا با عدالت سازگاره؟ یه بحث مفصل و قدیمی در فلسفه سیاسی درباره عدالت. رالز اینجا می‌خواد بگه که اگر من یه اصلی رو می‌خوام به کار ببرم، اگر اصل دوم برقرار بشه، محقق بشه، در اون صورت اون تمایزهای شما رو میشه عادلانه حساب کرد. نیاز نیست ما بیایم همه رو به لحاظ ضریب هوشی، زیبایی ظاهری، قدرت بیان، استعداد، نیروی بدنی، خانوادگی و عین هم بکنیم تا عدالت برقرار بشه. میتونیم بذاریم این تمایزها کاملا وجود داشته باشه، مشروط بر این که این اصلی که من میگم حاکم باشه. میخوام اول ادعا رو بگم، حالا بعد درباره اینکه این ادعا اصلا چه استدلالی داره و اینا دربارش صحبت خواهیم کرد. ادعا چیه پس؟ ادعا میگه اصل دوم دو بخش داره. بخش مهمش، بخش مورد در واقع نظر من یا اون کانتروورشال ترش که محل بحثه، بهش میگن دیفرنس پرینسیپل.